سه در کانادا شما وارد کانادا شده اید. بعدا چه اتفاق می افتد؟ مرحله یک سفر به مقصد نهایی تان خدمات پذیرش میدان هوایی در کانادا شما را جهت سفر به مقصد نهایی تان کمک خواهند کرد. مرحله دو ملاقات با مردمی که شما را کمک خواهند کرد. هنگام ورود به کانادا، سازمان تمویلی دولت یا تمویل کنندگان شما شما را در جابجایی تان کمک خواهند کرد و این امر به پروگرام جابجایی شما بستگی دارد. زمانی که به کانادا وارد شدید، آنها شما را خوش آمدید میگویند و قواعد و مقررات لازم را که باید بدانید برایتان تشریح می نمایند. مرحله 3 محل اقامت موقت وقتی که به کانادا وارد شدید سازمان تمویلی دولت یا تمویل کنندگانتان یک محل اقامت موقت را برایتان فراهم می کنند تا شما در آنجا زندگی کنید نوعیت محل اقامتتان نظر به پر پروگرام جابجاییتان فرق می کند مرحله چهار درخواست برای اسناد مهم همچنین سازمان تمویلی دولت یا تمویل کنندگانتان شما را جهت ارائه درخواست برای اسناد مهم کمک می نموین. تشریح هر سند مهم از طرف آنها وقت بیشتر را می گیرد. در میان این اسناد مهم یکی آن سند عضویت بیمه اجتماعی است. عضویت این بیمه خیلی مهم است برای کار کردن در کانادا و درخواست برای پروگرام ها و امتیازات دولتی به این سند ضرورت است. بر علاوه لازم است تا شما در ولایت یا محل زندگیتان به خاطر کارت بیمه صحی درخواست دهید تا به خدمات مراقبت های صحی دسترسی داشته باشید. این اسناد شناسایی مربوط شما می باشند. نباید کسی دیگر آنها را برای شما نگهداری کند. آنها را کاپی نموده و در جای مسئول نگهداری نمایید. مرحله 5 افتتاح حساب بانکی سازمان تمویلی دولت و یا تمویل کنندگانتان شما را جهت افتتاح حساب بانکی کمک خواهند کرد و برایتان معلومات می‌دهند که چگونه در کانادا به پول دسترسی داشته و از آن استفاده کنید. مرحله شش انتقال به محل اقامت دائمی لازم است که شما به مجرد اینکه یک محل اقامت دائمی مناسب برایتان پیدا شود از محل اقامت موقت به آنجا انتقال نمایید تا جای برای تازه واردان خالی شود سازمان تمویلی دولت یا تمویل کنندگانتان شما را کمک می نمایند تا محل اقامت دائمی دریافت کنید و در مورد شرایط قرارداد کرایه آگاهی داشته باشید آنها به شما معلومات می‌دهند که چگونه در خانه جدیدتان مسئون زندگی کنید. مرحله هفت سبت نام اطفال در مکتب و بزرگسالان در صنف لسان زمانی که در خانه جدید جایگزین شدید، سازمان تمویلی دولت و یا تمویل کنندگان شما به شما کمک خواهند کرد تا در مورد سیستم مکتب در ولایت یا منطقه معلومات داشته باشید. آنها شما را کمک می کنند تا اطفال خیش را به مکتب و بزرگ سالان فامیل را در صنف لسان ثبت نام کنید. در این صنف های لسان، بزرگ سالان لسان انگلیسی و یا فرانسوی را به طور رایگان میآموزند و در مورد فرهنگ کانادا آشنایی حاصل و با مردم جدید ملاقات می نمایند. مرحله هشت دسترسی به خدمات طبی در صورت ضرورت طبی عاجل سازمان تمویلی دولت و یا تمویل کنندگانتان شما را کمک خواهد کرد. پروگرام موقت سیهی حکومت فدرال خدمات اساسی طبی را تا زمان دسترسی شما به پروگرام مراقبت های سیهی در ولایات یا منطقه ایتان را برای شما فراهم می نماید. کوشش کنید تا شخص مورد اعتمادتان را در مورد ضرورت عاجل طبی به شمول حساسیت ها و ضرورت رژیم غذایی اطلاع دهید. مرحله نو آشنایی با محل زندگی جدیدتان در مورد آشنایی با منطقه جدیدتان از جانب سازمان تمویلی دولت یا تمویل کنندگانتان برای شما معلومات داده خواهد شد. بگونه مثال آنها چگونگی استفاده از ترانسپورت محلی آمه را جهت رفت آمد در منطقه جدیدتان را برای شما تشریح می نماید. زمانی که در محل اقامت دائمی تان جایگزین شدید، کوشش کنید تا با مردم دیگر ملاقات نمایید. این کار را می توانید طور زیل انجام دهید. دو اشتراک در صنفهای های مکتب یا صنفهای لسان ثبت نام در پروگرام های گروپی موجود و بازدید از یک مرکز اجتماعی مرحله ده فعال و صحتمند بودن ورزش ها و سرگرمی های مختلف را جستجو نموده و تمرین نمایید. مرحله 11 اقداماتی را برای خودکفایی خش روی دست بگیرید. از اینکه یک مقدار محدود پول را برای رفع نیازمندی های اساسیتان دریافت می سازمان تمویلی دولت یا تمویل کنندگان شما برای شما مشورت می دهند تا این پول را چگونه به طور معقول مصرف نمایید. شما می توانید از آنها درخواست کنید تا شما را با خدمات کاریابی وصل نمایند. مرحله دوازده ساکن شدن در یک کشور جدید وقت و زحمت می خواهد. در زمان ضرورت از دیگران کمک بخواهید و سوال کنید. اگر اشخاص مورد اعتبار خیش را دریافتید، نگرانی ها یا مشکلات موجود را با آنها شریک سازید تا بتوانند برای شما در جستجوی طریق حل آنها کمک کنند. همه خدمات مسکن گزینی رایگان می باشد. هر قضیه متفاوت می باشد و سلسله مراحل در این پارچه ویدیویی ممکن متفاوت باشد. به با امید موفقیتتان در کانادا.